یکی از بحران‌های پزشکیان اینه که خزانه خالی هست و آهی در بساط نداره. البته خزانه که خود به خودی خالی نشده، بلکه به واسطه غارتگری‌های این رژیم خالی شده. پزشکیان خودش به این موضوع اعتراف کرده. من پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول به اصطلاح حقوق بازنشسته رو ندارم. اون وقت بنزین رو می‌خوام دلاری 50 تومن می‌فروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رو از ما قبول می‌کنه که ما داریم این کارو می‌کنیم؟ بله، اما ببینیم که راه حل پزشکیان رئیس جمهور خامنه ای برای همین موزل رژیم چیه؟ کی گفته ما بیایم 3 میلیارد دلار، 4 میلیارد، 5 میلیارد دلار بدیم بنزین بخریم بعد بیایم به قیمت 100 تومان بخریم 1 تومان بفروشیم؟ آقا کدوم منطقی این اجازه رو میده ما این کارو بکنیم؟ حداقل اگه قرارونه بخریم به قیمت تمام شد. عارف معاون پزشکیان هم ساز گرانی بنزین رو کوک کرد. آخه کدوم عقل سلیمی میگه بنزین رو با دلار وارد کنید بیاد بیت 1500 تومان بفروشید؟ بله، البته همه این صغرا کبراها برای اینه که رژیم برای تامین کسری‌های خودش چشم به جیب و سفره مردم دوخته و میخواد از این طریق جبرانشون کنه. در گام اول نان رو نزدیک به 70% گرون کردن و حالا این پا اون پا میکنند تا بنزین رو هم گرون کنند. اما ببینیم که این دلاری و ریالی کردن واردات و مصرف بنزین تا چه اندازه درسته. قلی‌زاده، یک کارشناس حوزه انرژی، به سایت حکومتی خبر آنلاین در این باره گفت: اینکه پزشکیان میگوید برای بنزین دلار میدهد پس باید دلار هم بگیرد کاملا اشتباه است. ایران سال هاست که وارد کننده بنزین است. واردات این حامل انرژی مهم به شکل تهاتر است. به این ترتیب دلاری جابجا نمی شود که کسی بابت آن نگران باشد. این کارشناس رژیم ادامه میده که مصرف در کشور ما به هیچ وجه بیش از حد نیست. این از آن دست حرفایی است که بدون داشتن یک مبنای اساسی دائم مطرح می شود. بر مبنای آمارهای رسمی وزارت نفت، وضعیت مصرف حامل‌های انرژی در ایران با وجود وضعیت فعلی ترافیک، راه‌های نامناسب و خودروهای پرمصرف نگران کننده نیست. بله، مردم با همسان کردن قیمت بنزین با قیمت‌های جهانی یا فوب خلیج فارس مشکلی ندارند، فقط به شرطی که دستمزدها هم همتراز کشورهای پیشرفته باشند. اما مهرهای رژیم با دجالیت این موضوع رو دور میزنند. اما دلیل اصلی مصرف بالای بنزین خودروهای بیکیفیت ایران خودرو سایپا هستند که مصرف اونها در محدوده 12 لیتر در هر 100 کیلومتر. اما متوسط مصرف ماشین‌های امروزی 4 لیتر در هر 100 کیلومتر. اون هم با ایمنی بالا و 10 برابر آلودگی کمتر. یعنی اگر ماشین‌های تولید داخل با مشابه خارجی اون جایگزین بشن، مصرف بنزین ایران 1/3 و آلودگی هوا به 1/10 کاهش پیدا می‌کند. اما خب رژیم ماشین‌های وارداتی رو به قدری گرون کرده تا مردم اصلا نتونن اونها رو بخرند. یک نمونه ماشین لکسوس در امارات 42,000 درهم، یعنی 650 میلیون تومانه، یعنی تقریبا معادل ماشین‌های تولید داخل، در حالی که در کشورمون این ماشین 5 میلیارد تومان قیمت داره، یعنی 8 برابر امارات. لکسوس ماشینی راحت با مصرف پایین و با ایمنی بالاست که مطلقاً قابل مقایسه با عرابه‌های مرگ تولید ایران خودرو سایپا نیستند. نمونه دیگه لندکروزه که در امارات 4 میلیارد تومانه، اما در ایران 40 میلیون تومان قیمتشه. جبر جغرافیا یعنی پلاک امارات، پلاک ایران. 1 میلیارد تومان، 40 میلیارد تومان. ماشینا یکی، جنس جو فلاک آلومینیوم، فقط نوشته‌های روش فرق می‌کنه. بله، بنابراین با تمام این شامورتی بازی ها همانند گرون کردن نان، رژیم قصد داره تا خزانه خالیش رو به اسم ارزان بودن بنزین از جیب مردم پر کنه. گرانی بنزین هم موتور پیشران سایر گرانی هاست. بنابراین پزشکیان داره با آتش بازی میکنه، به همین دلیل هم تعلل میکنه، اما از بخت بد خودش و ولی فقیه نظامش چاره دیگه هم نداره. چاره ای که البته میتونه رژیمش رو بیچاره کنه.